سلام، بنده تورج امیرفر هستم و امروز میخوایم در مورد ایجکس با شما صحبت کنیم. امروز توی ادامه پروژه طراحی سایتمون میخوایم با هم تکنیک های ایجکس رو پیش ببریم. در واقع من میخوام یه بخشی رو درست کنم که حالا تاریخ و زمان حال حاضر رو اشاره کنه. قبل اینکه حالا بریم سراغ پروژمون، میایم به یه سری تعریف از ایجکس برسیم. ایجکس در واقع همون تکنولوژی جیکوئری هستش، یا بهتر بگم تکنولوژی جیکوئری و جاوا اسکریپت و ایجکس میگن. پیشرفته شده تر، شما در واقع برای اینکه سایت و کدهای سمت سرورم رو بخوایم بهینه تر کنیم از ایجکس بهره میگیریم. ایجکس ما قادر میسازه که بخشهایی از صفحه رو بدون بارگذاری مجدد کل صفحه یا رفرش های تکراری صفحه به روز رسانی کنیم. این بارگذاری مجدد صفحات وب همیشه زمانبر و خسته کننده بودن، ضمن اینکه باعث می شدن که پهنای باند کاربرم بیش از حد مصرف بشه. ایجکس این مشکلات رو برطرف کرد و ایجکس در واقع تکنیکیه برای ایجاد صفحات وب سریع و پویا. خیلی از سایت های معروف از جمله یوتیوب و جیمیل و گوگل مپ و فیسبوک به شکل وسیعی از فناوری ایجکس استفاده می کنن. من حالا بخوام الان یکی از معروف ترین مثال های ایجکس رو برای شما بگم، میتونم به گوگل ساجست اشاره کنم. در واقع گوگل ساجست، سایت گوگل رو باز میکنم که بهتون نشون بدم این گوگل ساجست چیه که میگم یکی از معروف ترین مثال های ایجکس هستش. شما عبارتی رو توی کادر جستجوی گوگل تایپ میکنید، گوگل بلا فاصله با یه عملیات ایجکس پیشنهادهایی رو در مورد این عبارات، در واقع پیشنهادهایی رو در مورد این عبارت خاص که شما جستجو کردین به شما ارائه میکنه. من توی کادر جستجو وارد میکنم تجهیزات آشپزخانه صنعتی و گوگل برای من عباراتی رو میاره. اما برسیم به پروژه خودمون که میخوایم امروز با ایجکس کار کنیم. نمایش تاریخ و زمان با استفاده از ASP.NET و ایجکس تایتل پروژه امروز منه. یه دونه بخش میخوام به این سایدبارم اضافه کنم، اون بخش سایدباری که کنار سایتم بود رو میخوام یه تیکه دیگه بهش اضافه کنم. در واقع اون بخشی که آمار بود رو میخوام ازش استفاده کنم. میایم از بخش سایدبارم اینجاست. ما میایم این بخش آمار رو کپی میکنیم. میاریمش بالاترین قسمت این کاینترنر رایت هم. اینجا بالاتر از دستبندی
خب ببینیم چند تا بیار زده بودیم، همون یه میام نام آمار رو به پنل کاربری تغییر میدم. و داخل رایت وسط هم چند تا بی آر درج. حالا آماده است، سیوش میکنیم. من میخوام تاریخ و زمان رو با استفاده از ایجکس توی این بخشم داشته باشم. واسه این کار نیاز دارم یه تیبل اول ترسیم کنم اولی رو میذارم واسه سلام خوش آمدید و دومی رو میذارم واسه امروز به این تاریخ میباشد. حالا توی این تیدی میام و یه دونه لیبل میذارم. میام از بخش تول باکس میرم مستقیما سراغ ایجکس اکستنشنز. اینها کنترل های ایجکسی من هستن که من امروز میخوام از اسکریپت منیجر، آپدیت پنل و تایمر استفاده کنم توی پروژم. اول از همه لیبلم رو قرار میدم. تکست داخل لیبل رو خالی میکنم و آیدیش رو هم آیدیش رو میذارم LBL time LBL underline time. بسیار بعد از اون میام یه تایمر میذارم. قبل از اینها میام یه دونه اسکریپت منیجر میذارم. و بعد از اونم آپدیت پنل قرار میدم. و این اول لیبلم رو میذارم توی آپدیت پنل و بعدش تایمرم رو میذارم داخل آپدیت پنل.
بسیار عالی. خب چرا اول از همه اسکریپت منیجر گذاشتم؟ این برای مدیریت اسکریپت های آجاکس باید باشه، نباشه اصلا ممکنه ارور بده. تایمر چرا گذاشتم؟ ببینید، من وقتی که توی لیبلم زمان رو بذارم نشون میده مثلا امروز 25/7/2015 هستش، توی مثلا ساعت 3:33 صبح، این زمانیه که به فرض به من نشون میده 3:33 و مثلا 33 ثانیه صبح هستش. الان من میخوام ثانیه به ثانیه بره جلو، دقیقه به دقیقه بره جلو، به فرض لیبل من ثابت نباشه، میخوام بنویسم که امروز 25/7/2015 ساعت 3:33, 33, 34, 35, 36, 37, 38 همینجور ثانیه ها بشماره. اگه من بخوام به صورت ASP.NET و HTML و اینا بنویسم این کدو، کلم سمت سرور ASP.NET بنویسمش، باید هر ثانیه صفحه رفرش بشه. این کار خیلی زمان بره، خیلی اذیت میکنه این کار. اما با تایمر به راحتی میتونم این ثانیه ها رو به جلو ببرم بدون اینکه صفحه‌م رفرش بشه. خیلی بهینه تر میتونم این کار انجام بدم. پس این کار رو با استفاده از این تایمر انجام دادم که اینا رو میندازم تو این آپدیت پنل، که قضیه آپدیت و بروز رسانی ثانیه های من توی این پنل صورت بگیره. خب ما این کار انجام دادیم، فقط بیایم این کاری که انجام دادیم رو چیکار می‌خواستم بکنم آدم اینجا حالا یادم رفت خواستم چیکار کنم. خب بریم مرحله بعدش دیگه. الان وقتشه که برم توی کد نویسی که میخوام برای این تایمرم انجام بدم. میخوام یه کدی بنویسم که تایمرم بیاد و لیبلم رو ثانیه شماری کنه. چجوری این کار رو میکنم؟ روی تایمر کلیک میکنم و رویداد از قسمت ایونتش، ایونتس، رویداد تیکش رو دوبار کلیک میکنم. بعدش اینجا میتونم کدش رو بنویسم. LBL time رو فراخونی میکنم متنشو، LBL underline time dot text مساوی بشه با زمان حال حاضر. چجوری؟ date time dot now. فقط اینجا نوبره که توی لیبل نمایشش بدیم باید رشتهش کنیم. پس اینجا یه تو استرینگ هم، یه متد تو استرینگ هم میذارم، چون متد دو تا پرانتز باز بسته. به همین راحتی کارم تمام شده، سیوش میکنم و بعد فراخونیش میکنم. ویو این بروزر، سیو. منتظر میشیم ببینیم چی شده سایت. الان باید ثانیه به ثانیه به من نشون بده زمانو. اصلا خب کلش رو سنتر کنم، تکست الائن داخلی تیبلم رو اصلا کلن
خود تیبلم رو هم سنتر میکنم. چیزی نیومده اینجا، قضیه چیه؟ کجاش اشتباه کردیم؟ چی به نظر درست میاد؟ آمده ما اینجا یه مشکل نمایش داریم که میبینید مثلا دیر نمایشش میده، طبعا یه زمانی طول میکشه بعد این زمان رو اینجا نمایش میده. ما میتونیم از گزینه اینترول استفاده کنیم، میم روی اینترول یا همون فاصله یا مدت، اینترول میذاریم 1000، دیفالت 60000 و اینجا ریفرش رو میزنیم، دیگه این زمان رو این فاصله رو نمیده به ما. میبینید اووردش. من توی کد
تو استرینگم دی گذاشتم به معنی دیت، به ما روز و ماه و روز هفته و سال رو داده، دیت به این صورت. میتونم year بزنم اینو، اون موقع به من سالو جولای رو میده، یعنی ماه رو میده. و میتونم تایم رو بزنم، تی الان باید ساعت رو به من بده. ملزم فرمایید 3:45 و 47 و 48 و 59 و 50 به صبح. و من کلا بدون چیز میذارمش که همه رو برای من قرار بده. حالا میتونم همه رو داشته باشم، اما حالا واسه اینکه پنل کاربریم یکم بهتر جلوه کنه، میام توی سایت ماسترم و توی قسمت پنل کاربری اولش می نویسم سلام، و از توی لاگین نیم رو میارم. لاگین نیم اسم کاربر وارد شده رو نمایش میده. سلام، خوش آمدید. و بعدش ریفرش. خب سلام، خوش آمدید. و اینجا کنار لیبل هم می نویسیم امروز. حالا اینه یه لایت میام تو این دیو، این لفت رایت و دایرکشنش رو رایت تو لفت میذارم ببینم آیا درست میشه. ریفرش. الان باید امروز درست سابی تر بشه اینجا. بسیار هم عالی. امروز 25 هفته 2015 3:48 و 22 ثانیه و همینجوری میره. اما حالا من سلام خوش آمدید رو به فرض برم روی ورود اعضا و با اسمم لاگین بشم، بعد از لاگین شدنم وارد صفحه دیفالت هم میشه و اینجا می نویسه سلام تورج خوش آمدید، ملاحظه می فهمید اسمم رو دارم. به همین زیبایی ما توی جلسه بعدی میخوایم توی این پنل کاربریمون تعداد بازدید کننده ها رو هم اضافه کنیم. توی جلسه بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.